سرخط مهمترین های امروز. سفر بلندپایه‌ترین مقام اداره ترامپ به کابل. جنرال مکمستر هشدار میداد که هیچ مکان امنی برای هراس افغانان در افغانستان وجود نخواهد داشت. حمله اچین و زنده شدن انگیزه ارتش برای نبرد. نیروهای ارتش به هدف پیروزی در جنگ هر گزینه ای را به کار خواهند برد. ما برای آخرین دقایق از آخرین امکانات خود استفاده میکنیم، ولو که هر گروه تروریستی که باشه. و همه پرسی برای تغییر قانون اساسی. ترک ها انتخاب میکنند که به نظام ریاستی گذار کنند یا در نظام پارلمانی بمانند. بنام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر یک شنبه خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. مکمستر، مشاور امنیت ملی امریکا، هشدار می‌دهد هیچ مکان امنی برای هراس افغانان در افغانستان وجود نخواهد داشت. مشاور امنیت ملی امریکا امروز در دیدار با رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله همچنان بر پشتیبانی دوامدار امریکا از افغانستان تاکید کرده و گفته است که جامعه جهانی در کار مبارزه مشترک با نیروهای امنیتی افغانستان این کشور را از وجود هراس افغانان پاک خواهند کرد. آقای مکمستر، نخستین مقام ارشد آمریکایی است که پس از به خود رسیدن دونالد ترامپ از افغانستان دیدن می کند. نرگس هورخش با جزئیات بیشتر. شب گذشته مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به افغانستان رسید و صبح زود در کاخ ریاست جمهوری به دیدار رهبران حکومت وحدت ملی رفت. مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، به کابل آمده است تا از نزدیک وضعیت کنونی را نظارت کند، چیزی که بر بنیاد آن حکومت تازه آمریکا درباره آینده روابطش با افغانستان تصمیم خواهد گرفت. قرار است مستر بخش‌های مختلف را در افغانستان مورد بررسی قرار دهد. نتیجه پیشرفت‌ها در مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر و مهمتر تلاش‌ها برای از میان برداشتن هراس افغانی در افغانستان از جمله موضوعاتی هستند که در این سفر ارزیابی خواهند شد. در متحد ایالات و در ملی امنیت سرکار خغلی جنرال مکمستر نن کابل در رسیدلی. در ملی امنیت سرکار نمولی تر پولیس مشری مانی کرکلی و نن بده ولس مشر اجرایی رئیس در ملی امنیت سرکار در افغانستان در امنیتی و سیاسی مقامات سره پا افغانستان که در سول و ثبات بر تامین و در متحد ایالات و افغانستان او د افغانستان او متحد ایالاتو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او انکشاف باندې هر اړخیز بحثونه او خبرې وکړي. مکمستر در دیدارش با رئیس جمهور غنی هشدار داده است که افغانستان لانه امن برای هراس افغانان نخواهد بود. در اثر تلاش‌ها و مبارزه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و نیروهای بین المللی، دیگر مکان امنی برای هراس افغانان در افغانستان وجود نخواهد داشت و افغانستان با کاهش نیازمندی هایش حمایت های بین المللی را حفظ نماید. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان از تعهد این کشور برای همکاری جدی برای حکومتداری خوب، از میان برداشتن لانه های امن هراس افغانان و مبارزه با مواد مخدر خبر می دهد. در این میان آگاهان باور دارند که اهداف کابل و واشنگتن در افغانستان هنوز اجرایی نشدند و نیاز است تا این دو کشور با همدیگر جدی تر کار کنند. ای بررسی به نفع امریکا است. افغانستان تنها به این فکر است که آیا این بررسی را اینا بکنند و اگر راست هم برش بگه و واقعت هم برش بگه که وقتی که اینا او جمعی را کمکایی که به افغانستان میکنه، سربازی که به افغانستان روان میکنه و به مقابل جنگ چقدر ضرورت است، اینی مسائل است که برای افغانستان مربوط است. مکمستر در حال به کابل سفر می کند که همین سه روز پیش آمریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای را در اچین ننگرهار پرتاب کرد. هدفش هم نابودی داعش گفته شده بود. مکمستر نخستین مقام ارشد اداره دونالد ترامپ است که از افغانستان دیدار می کند. او شناخت خوبی از افغانستان دارد و چندین سال در این کشور ماموریت داشته است. قرار است آقای مستر ارزیابی‌هایش را از وضعیت افغانستان به اداره جدید آمریکا شریک کند. ارزیابی که بر بنیاد آن دونالد ترامپ راهبردش را در مورد افغانستان تنظیم خواهد کرد. وزارت دفاع ملی میگوید در صورت نیاز برای نابودی هراس افغانان از مادر همه بمها باز هم استفاده خواهد شد. مرادعلی مراد، معاون ستاد ارتش ملی، با تایید افزایش چالش های امنیتی میگوید اگر نیاز شود همانند حمله اچین برای نابودی تمامی
پایگاه‌های امن هراس افغانان از همه امکانات استفاده می‌کنند. همزمان با این عملیات بهاری نظامیان کشور زیر نام خالد امروز در بخش‌های آسیب‌پذیر به گونه‌ای رسمی آغاز شد. محمد غازی رسولی. آغاز این روزهای فصل سبز و روز شمار نظامیان کشور و طالبان برای آغاز یک رویارویی دیگر. نظامیانی که برای حفظ حاکمیت ملی در برابر طالبانی که تصمیم سقوط دولت را دارند می جنگند. دارای صحت کامل باشین. در اینجا مراد علی مراد معاون ستاد ارتش ملی می گوید برای نابودی هراس افغانان در سال جاری اگر نیاز شود بار دیگر از مادر بمب ها استفاده خواهد شد. ما برای آخرین دقایق از آخرین امکانات خود استفاده می کنیم، ولو که هر گروه تروریستی که باشه. عملیات های ما امروز شکل تعرضی خود برای خود گرفتن و این عملیات آغاز شده که حمایت قوی هوایی و قوت های زمینی و توپچی و راکتی را با خود دارن. در کنار این مراد علی مراد میگوید در کنار مشوره و آموزش نظامیان آمریکایی همکنون در میدان های نبرد نیست دوشادوش نظامیان کشور در برابر هراس افغانان می جنگند. در ولایت ننگرهار عملا قوتهای زمینی و هوایی حمایت قاطع با قوتهای ما یک جای در این عملیات شامل است و در هلمند شامل است و بعضی جایهای دیگه که ضرورت احساس شده قوتهای خاصشان با قوتهای خاص ما در عملیات ها اونا اشتراک کرده. در کنار این آمادگی های ارتش برای فصل جنگ پیش رو در اینجا اعلام می شود که عملیات خالد نیز به گونه رسمی و سر از همین روز برای سرکوب هراس افغانان در سراسر کشور آغاز شده است. در شمال ولایت های سرپل، فاریاب، بغلان و کندز، در جنوب ولایت های هلمند و اروزگان و در غرب کشور هم بادغیس و فرا از جمله ولایت هایی است که عملیات خالد در آنها آغاز شده است. و تهدیداتی که از طرف دشمنان مردم افغانستان و تروریستایی که زندگی مردم افغانستان تهدید میکنند در کل ساحات اولویت بندی شده و این عملیات امروز رسما به نام خالد این عملیات آغاز شده. این جنرال چهار ستاره ای کشور همچنان از ادامه عملیات ها برای پاکسازی ولسوالی اچینه ننگرهار از وجود افراد وابسته به گروه داعش سخن میگوید و نیز تاکید دارد که تا اکنون 95 داعشی کشته شدند. حالا که تلاش ها برای برچیدن جنگجویان داعش از ولسوالی های ننگرهار ادامه دارد، باشندگان کشور از حکومت انتظار دارند تا نگذارد این افراد به بخش های دیگر کشور پناهنده شوند. در پیوند به حمله بمی اچین همکارم تحقیقات ترقی را از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با خود داریم. تحقیق قرار بود که امروز خبرنگاران از محل دیدن کنند که اونجا بم پرتاب شده بود. آیا شما دسترسی پیدا کردین تا به محل برین و اونجا نظارت کنین و ببینین که چه اتفاق در واقع رخ داده؟ تشکر، سلام به شما و سلام به تمام بیننده‌های تلویزیون. یک روز برای روز متواجر سی روزی تا که ما در یک کلومیتری یعنی جای پرتاب شدن بم هستیم، یعنی در بازار شغل هستیم. تا به حال اجازه داخل شدن به این منطقه یا به منطقه‌ای که به نام سبخیل است اجازه داده نشده. نیروهای حمایت قاطع با نیروهای ویژه کماندوی افغان یکجا در این ساحه عملیات میکنند. فقط هم گزارشات صادق است دی روزا که به گفته ولسوال امن ولسوالی که 92 تن در این حمله کشته شده، ولی شمار دقیق سوال کسی نرفته به منطقه و جایی که ببینه چی شده یا چیزی نشده. فقط منتظر از نیستیم امروز سوا میگن، ولی اجازه سوال داده نشده. تحقیق به ما همچون خبر رسیده که گروه های تحقیقاتی هم به محل رویداد رفتن. یافته های این گروه های تحقیقاتی در پیان به این حمله چی بوده تا کنون؟ قبلا گفتم که تا به حال فقط از بازار شغل هیچ کسی پیش نکرده و به منطقه هیچ کسی نرسیده. ما نمیفهم که اینا از کدام را رفتن، چی وقت رفتن و چی گونه رفتن. قرار که معلوماتی که ما دارم تا به حال فرماندهی پلیس امنیتی امنی ولسوالی هم نرفته و نموجه ولسوال هم نرفته و امنی روهای ویژه‌ای که قبلا گفتم کماندو که کار میکنه اینا هم به تا به حال نرفتن. نمیفهم که پس در مورد عملیات تصفیه‌ای در اچین ما چی می‌دانیم؟ آخرین جزئیاتی که ما دریافت کردیم چی است؟
فقط امروز روز 14 یعنی عملیات تصفیه‌ای که ورشوالی چین ادامه داره، اینا عملیات میکنن و نیروهای جایی که اینجا هستن، پلیس محلی و پلیس سرحدی و پلیس ملی، اینا پوسته ها افراز میکنن و عملیات ادامه دارن. فقط نمی منطقی که بم پرتاب شده این معنی بزرگ برای پیشرفت عملیات بود، یه از بین رفت و ببینیم که بعد از این عملیات پیشرفت میکنه نمی کنن. تاوال خود در مناطق دیگه عملیات ادامه داره ولی در منطقی از تدخیل که دیگه پنید. خیلی زیاد تشکر. همکارم تقی الله تقی از ولسوالی اچین ننگرهار با ما صحبت میکرد. تا کنون هیچ آماری از تلفات احتمالی افراد ملکی در پی حمله بهمی امریکا در ولسوالی اچین ننگرهار به دست نیامده است. وزارت صحت‌عامه میگوید بررسی هایشان در پیوند به اینکه احتمالاً این حمله آسیب های جانبی به سلامت انسان ها داشته باشد هنوز تکمیل نشده است. گزارشی میبینیم از رابعه سادات. پزشکان خسته از درمان بیماران ناشی از انفجارهای انتحاری، اما حالا سرگرم پژوهش در پیوند به اثرهای احتمالی بجامانده از انفجار مادر بمب‌ها بر وجود انسانند. بمبی که پنج شنبه شب از سوی نیروهای آمریکایی بر موازی داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب شد. در این حمله بیش از 90 داعشی جان باختند، اما آمار تلفات افراد ملکی در این حادثه معادل صفر گفته شده است. یافته های تیمای صحی ما در ولایت ننگرهار و در ولسوالی اچین نشان میده که تا اکنون هیچ تلفات مشمول زخمی و یا اجسادی که مرتبط به افراد غیر ملکی در ساحه اصابت بمب مسموم موسوم به مادر بمب ها در مومندری ولسوالی اچین باشه به مراکز درمانی مرتبط به وزارت صحت‌عامه مراجعه نکرده. شاید این حمله بتواند اندک آرامش به وجود خسته این پزشکان بیاورد که بیشتر از همه برای بهبودی بیماران دست و پا میزنند. بیمارانی که اغلب قربانی رویدادهای هراس‌افگنانه اند. اکثر دسی بمونه. دید پر معلومات چه مشتر شریک سوی دی او پبلیکی موجود دی اغدا ثابتیش دا بم. اتمی بم نو، هیدروژنی بم نو، کیمیایی یا بیولوژیک بم نو، هیدروژن بم نو، دا یو معمول بم و حجم تر نور با انفجاری بمونه غټ و. تا هنوز بررسی های پزشکان تکمیل نشده و مدرک کافی در دست نیست که ثابت کند این بمب چی اثرهای منفی بر بدن انسان میگذارد. پاچین ولسوالی که ده امر روغتیا وزارت دا اوس 15 صحی تسهیلات فعال ده، زمور صحی او روغتیایی کارمندان هلته موجود دي. د دې اړخ ته موږ سیمې ته نږدې ساحاتو ته دوه د ټراوما ټیم استولی چې هلته موبایل یا ټیمونه دي او دې ته ټول هغه امادګي لري چې که څوک هلته روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري ورته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. وزارت صحت نمیگوید که چی زمان بررسی هایش در این مورد پایان مییابد. حامد کرزای بار دیگر رئیس جمهور غنی را به دلیل همکاری با آمریکا برای پرتاب مادر همه بمب‌ها بر خاک کشور خائن و بی‌شرم گفته است. آقای کرزای در گفتگو با رسانه‌های غربی از تلاش‌هایش برای بسیج مردم بر ضد آمریکایی سخن زده است. اما زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان این سخنان حامد کرزای را خلاف منافع ملی افغانستان می‌داند. بشیر احمد خسانی با جزئیات بیشتر. بمی که بازیگران کشور را به دو دسته تقسیم کرده است. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور کارگیری از بم غیر هسته‌ای نظامیان آمریکایی در اچین ننگرهار را نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و حکومت کنونی را متهم به همدستی در این خیانت می کند، در حالی که حکومت وحدت ملی از کارگیری آن استقبال کرده است. آقای کرزای در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز به شدت به رئیس جمهور غنی تاخته است. حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی همدست جنایت های امریکاست. اشرف غنی شرمت باد، شرمت باد و شرمت باد. هیچ افغانی چنین کار را قبول ندارد و تو خائن و خائن هستی. اما زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان سخنان حامد کرزای را به سود افغانستان ندانسته و سخنان او را دور از واقعیت گفته است. حامد کرزای یک دوست خوب است، اما این انتقادهایش دور از واقعیت های کنونی است و هیچ کمک به تامین صلح و ثبات در افغانستان نمی کند و برخلاف منافع افغانستان نیز است.
همزمان با این رنگین دادفرست پنتا مشاور امنیت ملی دوری آمد کرزی در مقاله به شدت در برابر کارگیری بم غیر هسته‌ای امریکا واکنش نشان داده و گفته که شهروندان کشور حق اعتراض در برابر نظامیان امریکایی و حکومت را دارند. افغانستان هیچ دلیل اخلاقی، سیاسی و نظامی برای استفاده از این سلاح مخوف در کشور ما وجود ندارد. مردم افغانستان حق دارند تا با ابراز واکنش شدید و گسترده علیه این اقدام نیروهای ایالات متحده و همدستی حکومت افغانستان با آنها و تمام آنانی که از این اقدام جنایتکارانه حمایت میکنند صدای اعتراضشان را بلند کنند و من اعتراض میکنم. در این میان معاون ستاد ارتش ملی تاکید میکند که بر اساس سندهایی که میان کابل و واشنگتن امضا شده است حضور امریکایی ها در افغانستان ادامه خواهد یافت. نگاه کردن امریکا را اینجا اسنادهای تبادله شده که در 16 سال موجود است و هر کدام به اساس از او تعهدات اینا برآمدن و ماندن از اینا در افغانستان ای نگرانی برای مردم افغانستان نیست، کلی تعهدات موجود است و از اونا این موضوع را ما گفته میتونم که اونا در افغانستان فعلا باقی خواهد بودند. باشنده های کابل نیز در برابر سخنان آمد کرزی چنین واکنش نشان دادند. حمله که کرده یه حق دولت است، نه خیانت با مردم. همین کشور امریکا بود که افغانستان احیا کرده و تا الحال هم جریان داره. ما به صراحت گپای آمد کرزی رد میکنیم. ای یک شخصی بود که در طول 13 سال حکومت خودش خیانت کرد در این وطن، یک کار بنیادی نکرده در این وطن. هرچند آقای کرزی در برابر امریکایی ها و حکومت افغانستان واکنش تند نشان داده است، اما ظاهرا سخنان وای جدی گرفته نشده. حکومت افغانستان گفته هر کس حق ابراز نظر دارد، ولی امریکایی ها تا کنون هیچ واکنش نشان ندادند. در هلمند یک مرد دیشب پس از کشتن همسرش جسد او را تکه تکه کرده و در یک چاه انداخته است. این بانو روخیه نام داشت و حالا از او 3 کودک به جا مانده است. هنوز انگیزه این خط روشن نیست و فرد متهم در بازداشت پلیس به سر می‌برد. فعالان حقوق زن از حکومت می‌خوان که این مرد را به کیفر کارش برساند. وزارت انرژی و آب با راه اندازی سیستم مدیریت اطلاعات فساد را ریشه‌کن و دسترسی به اطلاعات را ساده می‌سازد. وزیر انرژی و آب در برنامه گشایش این سیستم می‌گوید که فساد در لایه‌های مخفی و تخصصی در حرکت است و تنها می‌توان از راه حکومتداری الکترونیکی از آن جلوگیری کرد. ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب امروز از این سیستم بهره‌مند شد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. ایستادن در برابر فساد با سیستم مدیریت اطلاعات. وزارت انرژی و با بهره‌گیری از این پروژه چندین هدف دیگر را نیز دنبال می‌کند. اطلاعات درباره پروژه‌ها، هزینه و میزان پیشرفت آنها. به نظر می‌رسد سیستم مدیریت اطلاعات شفافیت و سرعت را در پروژه‌های کاری به میان می‌آورد و خدمات را به شرکت‌ها و مردم ساده خواهد ساخت. فساد به سمت لایه‌های مخفی و تخصصی حرکت میکنه، نه ای که از بین بره. فساد میره در جاهایی که ردیابی از او کم کم مشکل میشه، فهم از او مشکل میشه. و این طراحی سیستم الکترونیکی، اداره الکترونیکی یکی از بخش‌ها و مسائلی که میتونه در هر زمان این مشکلات ردیابی کنه. وزارت انرژی و آب می‌خواهد مشکلات پروژه‌هایش را از راه این سیستم شناسایی و برای رسیدگی به آن اولویت بندی کند. از راه این سیستم اطلاعات تمامی پروژه‌ها در بخش بندهای آب و نیز میزان پیشرفت کار آنها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. با اجرا سیستم ایمایس سطوح مختلف مدیریتی می‌توانند مشکلات را خیلی زود بررسی کنند و پیدا کنند و دسته‌بندی کنند. افزایش فرصت جهت پرداختن به طرح‌ریزی ها، این هم یکی از کارهایی است که در چوکات ایمایس میشه زود به نتیجه رسید. این سیستم تا 8 ماه دیگر در تمامی بخش این وزارت به کار انداخته می شود و مشکلات بندهای آب در تمامی کشور به بررسی گرفته خواهد شد.
میلیون ها شهروند ترکیه امروز برای آوردن تغییرات ساختاری در قانون اساسی این کشور پای صندوق های رای رفتن. در صورتی که این همه پرسی رای مثبت بگیرد، تغییرات گسترده ساختاری در قانون اساسی ترکیه ایجاد می شود و نظام پارلمانی بر ریاستی تغییر خواهد کرد. در کنار این، صلاحیت ها و اختیارهای رئیس جمهور نیز بیشتر خواهد شد. رویدادهای ورزشی این ساعت در این بسته تصویری از کسب نخستین مدال ورزشکاران افغان مقیم ایران تا پیروزی دو مدعی قهرمانی در لالیگا اسپانیا. سید امین حسینی ملی پوش وشوی کشور که در ایران زندگی میکند مدال برنز رقابت‌های جام پارس را به گردن آویخت. این پیکارها در شهر سمنان ایران با حضور بیش از 150 ورزشکار از 12 کشور آسیایی راه اندازی شده است. تیم وشوی مهاجرین افغان مقیم ایران تا اینجای کار یک گردن‌آویز برنز از سوی امین حسینی در بخش اجرای فرم نانچوان به دست آورده است. امیر حسین یوسفی در وزن منفی 75 کیلوگرم و مصطفی مرزایی در وزن مثبت 90 کیلوگرم از افغانستان در بخش مبارزه بنی منهای این رقابت‌ها در برابر حریفانشان عرضه اندام می‌کنند. بانه مهمترین های امروز از یک ممنون که با ما هستید. خدا نگهدار.